در دشمنی های خودت هم باش کسانی رو که با تو دشمنی میکنن تقسیم بندی بکن اینجوری نیست که همه مشکین و همه کفار مثل هم باشن اینجوری هم نیست که حق نداشته باشی با اونها به خوبی رفتار بکنی نه به این نیست که هر کافری هر مشرک رو دیدی با او بد بکنی ظلم بکنی ستم بکنی تجاوز بکنی نه این گونه نیست لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين الله تعالی شما رو نمیکنه از کسانی که با شما نجنگیدن در دین به خاطر دین با شما نجنگیدن کاری به کار تو نداشته کافر هست بله مشرک هست اما اون در جنگ با تو داخل نشده ولم یخرجو کم من دیاری کم اونها کمک هم نکردن به افرادی که به شما ظلم و ستا میکردن کافر هست اما ضررش به تو نرسیده ضرری به تو و به مسلمان ها نرسونده کارش رو داره زندگیش رو داره شما در اروپا زندگی میکنی. در آمریکا زندگی میکنی در شرق و غرب دنیا هر جایی که زندگی میکنی همسایه کافری داری همکار کافری داری در فضای زندگی میکنی که کفار زیاد هستن کافری هست که آزارش به کسی نرسیده نه به اسلام نه به مسلمین کاری نداره شما نیاز نیست که با این بد باشی بد بکنی تون خوب باشی هیچ مانعی وجود نداره الله شما رو نهی نمیکنه که از برخورد با همچین افرادی شما انتبروهم و تقصیتو الیهم اینکه اونها نیکی بکنی با خوبی رفتار بکنی احسان داشته باشی حال احوالشون رو بپرسی از احوالشون خبر بگیری با مشکلاتشون رسیدگی بکنی مشکلی داشتن مشکلشون رو برطرف بکنی از دستت کاری برمیاد این رو برای اونها انجام بدی کمکشون بکنی راهنماییشون بکنی حقوقشون رو رعایت بکنی و تقص تو هم در رفتار با اونها عدالت و انصاف رو رعایت بکنی این یک واجب شرعی است برای همه این یک واجب است که در رفتار با همه باید اینطور بود باید با اون عادل باشی صادق باشی خیانت نکنی در رفتارت در معاملت در عهد و پیمانت در امانت دارید در همسایگی در آنچه که مرتبط است به اخلاقهای حسن همه اینها رو باید سر جای خودش نگه داری این انسان ضرری به تو نداشت ضرری به اسلام مسلمین نزده دشمن الله متعال است و الله متعال به ما اهم میکنه با او اینگونه رفتار بکنیم والله غفور الرحیم این است که ابتدای آیه قبل از این که آیه شروع بشه فرمود والله غفور الرحیم الله بسیار مهربان است بسیار غفور است دلیلش هم اینه که دشمنان خودش رو اون کسی که کافر است مشرک و الله را قبول نداره به من تو امر میکنه اگر همسایی همکاری آشنایی از غیر مسلمان ها داری و به دشمنی و اسلام مسلمین کاری نداره اصلا به اسلام مسلمین ضرری نزده بعد با اون خوب باش بعد باش با انصاف و عدالت رفتار بکنی و با کرامت و با احترام با او رفتار بکنی ان الله یحب المقسطین الله متعال کسانی رو که عدالت میکنن در رفتارشون عادل هستن محسن هستن به دیگران کمک میکنن انصاف به خرج میدن همیشه در تعاملشون با دیگران احتیاط به خرج میدن حق کسی رو زایی نکنن به کسی به احترامی نکنن توهین نکنن اهانت نکنن تحقیرشون نکنن حقشون رو نخورن حقشون رو رعایت بکنن ان الله یحب المقسطین الله متعال انسان های عدالت پیشه انسان هایی که عدالت پیشه میکنن اینها رو دوست داره این مانعی وجود نداره برای شما که برای اونها کمک بکنیم اینطور نیست که هر کسی کافر بود و مشرک بود و شمشیر به دست بگیری و بزنی و ببندی حق نداری مال کافر را بخوری حق نداری مالش رو دست راست بکنی مالش جانش ناموسش در امان است تا وقتی که خودش به مال و جان و ناموس مسلمان ها دست راست نکرده باشه